بدونید که پهلوی ارتش نداره. میدونید چرا پهلوی ارتش نداره؟ چون سرهنگ جلال بدیعی ارتش پهلوی رو خود شاه و فرع خائن با خیانت حکم اعدامشون رو صادر کرد. بله عزیزم، پهلوی بزدل شورای ملی پارس رو تشکیل نداد و تاجگذاری خمینی رو کرد. همین حزب اللهیا با اسلحه های آمریکایی مثل محسن صفایی، این همینطوری که داعش رو انداختن به جون عراقی ها و تمام نفت و سرمایه ملی عراق رو گرفتن. الان عراقی ها دارن تو خیابون زندگی میکنن. شما فکر کردید پهلوی دلش واسه شما سوخته؟ نه عزیزم. مگه پهلوی چه گلی به سر من زد که پدر من واسه حکومت پهلوی مرد؟ هیچی. اینا یک مش آدم خونخوار عوضی هستن و اینو بدونید. من الان با وکیلم دارم صحبت میکنم که بر ضد فرح پهلوی توی دادگاه بجنگم، چون یک زن دزد خائنه برای مرگ پدرم. بله عزیزم، شما باید عاقل باشید. من با خیلی از شماها صحبت کردم و خیلی از شماها آینده درخشانی دارید و بسیار عاقل هستید و من میدونم شما میتونید شورای ملی پارس رو تشکیل بدید، ولی من نمیدونم شما چرا به یک دیکتاتور احتیاج دارید. عزیزم، شما باید یک انقلاب ضد اسلامی بکنید. من هزار بار به شما گفتم اگه وحدت کلمه شما شاهزاده سرین باشه و با سه آزادی و حقوق کامل بشر به جنگید پیروز میشید، ولی خیلی از شماها گوش نمی کنید و هنوز دارید با سه یه دیکتاتور دیگه می جنگید. پهلوی دیکتاتور عزیزم، مصدق شورای ملی پارس رو میخواست تشکیل بده، انداختنش زندان. پهلوی به شما آزادی نمیده. تمام سرمایه نفت ایران رو میدید به آمریکا دوباره. 39 سال بدبختی کشیدید زیر دست جمهوری اسلامی ایرانی با اسلحه های آمریکایی. شما فکر کردید آمریکایی‌ها شما رو آزاد میکنن؟ تو خود آمریکا ایرانیایی که طرفداری پهلوی رو میکنن مثل بدبختا زندگی میکنن. یه مش پناهنده بی حقوقن که واسه همشون تبعیض میذارن. شما خودتون با چشای خودتون مشاهده کردید که همین اینستاگرام چقدر تبعیض واسه ایرانیا قائل میشد اولش. انقدر من شکایت کردم، انقدر رفتم تو دادگاه که بعضی از صفحه های ایرانیا رو رسمی کرد، تا امروز که امروز خود صفحه فرح رو رسمی نکرده. اینا رو اصلا آدم نمیشناسن. یک ذره شخصیت داشته باشید، یک ذره غیرت داشته باشید و به قدرت خودتون ایمان بیارید. من شرط میبندم شما جوانان پارس میتونید شورای ملی پارس رو تشکیل بدید. الان همتون باید متحد شید برای استقلال کامل پارس، همون کاری که مصدق میخواست بکنه، و اجازه ندید که این دیکتاتورها پاشون رو تو ایران بذارن. اگه پهلوی به ایران بیاد شما آزاد نمیشید. من اینجا هستم به شما بگم، اگه فکر میکنید که پهلوی میاد ایران همه چی آزاد میشه، شماها همه ثروتمند میشید، نه عزیزم. تو پهلوی با هیچ کسی دوست نیست، با هیچ کسی متحد نشده، هیچ کسی. پدر من واسه پهلوی مرد. پهلوی به سرهنگ جلال بدیعی خیانت کرد، الان خودشو زده به خری. بله عزیزم، من میبرمش تو دادگاه و رسوای جهانش میکنم. اگه فرح پاشو بذاره به ایران، من میبرمش تو دادگاه، چون باید جوابگو مرگ سرهنگ جلال بدیعی باشه. اینا نمیتونن آدم بکشن بعد برگردن انگار هیچی نشده. شما رو میتونه خر کنه عزیزم، ولی منو نمیتونه خر کنه. من بر ضد جمهوری اسلامی ایران تک و تنها جنگیدم. من بر ضد حزب الله تک و تنها جنگیدم. فکر کردید نمیتونم بر ضد پهلوی سرطانی بجنگم؟ قرآن رو تو کون فرح و فرزندش میکنم. اینو بدونید که باید عاقل باشید، باید متحد باشید. شورای ملی پارس رو همین الان تشکیل بدید. خود شما جوانان آینده درخشان پارس هستید. اجازه ندید که پهلوی دیکتاتور پاشو بذاره تو ایران. کسایی که توی ایران هستن و شعارهای پهلوی میدن آگاهشون کنید. بهشون بگید که پهلوی همه این گزارشو داشت، از شما هیچ کمکی به شما هیچ کمکی نکرد. شما کی دیدید فرح بر ضد حجاب اجباری اعتراض کنه
مسیح علی نژاد بود عزیزم، شاهزاده سرین بود. یک دفعه فرح پهلوی بر ضد حجاب اجباری اعتراض نکرد. یک دفعه توی یک شبکه اجتماعی فرح پهلوی یک صحبت راجع به جنایتکاری جمهوری اسلامی ایران نکرد. وقتی که من فعالیت‌های خودم رو شروع کردم، همه منو توی ایران شناختن. اون موقع اونا اومدن بیرون. الان که این همه واسه جونش یعنی میترسید، از سوراخ مخشش اومده بیرون و داره جشن پیروزی میگیره، فکر میکنه ایرانو گرفت. شما این همه احمق هستید، دارید خون میدید، 39 سال بدبختی کشیدید که پهلوی برگرده ایران. شما زیر دست پهلوی بدبخت شدید عزیزم. همه مسلمونا زیر دست حکومت پهلوی بودن، نمیدونستید بدونید. این شاه سرطانه بود که میرفت زیارت، این پهلوی بود که به جای مدرسه مسجد ساخت. شما فکر کرده چرا انقلاب سر داد؟ خمینی رو، خامنه ای رو ساواک دستگیر کرد ولی شاه آزادشون کرد. ولی مصدق بیچاره رو انداخت زندان. چرا؟ چون مصدق شورای ملی پارس رو میخواست ولی شاه پهلوی سرطانی دیکتاتور بود. شما میخواید ملت رو به یه دیکتاتور بدید؟ از یه دیکتاتور به یه دیکتاتور دیگه؟ من اینجا هستم که به شما بگم من تا آخرین قطره خونم واسه ایران میجنگم و اجازه نمیدم که شما ایرانو به یه دیکتاتور بدید. شخصا تمام طرفداران متحد شید. پهلوی پاشو توی ایران بذاره قرآنو من خودم شخصا تو کونش میکنم. اجازه ندید، خون ندید که پهلوی بیاد آقا بالا سر شما شه. شما خودتون میتونید شورای ملی پارسو تشکیل بدید عزیزم. پهلوی هیچ کسو نداره. پهلوی تو ایران هیچ کسو نمیشناسه. برید توی صفحش، هیچ کسی رو نمیشناسه. هر کی رو میشناسه سیاستمداران خارجی هستن، انگلستان و آمریکایی. اون واسه شما گریه نکرد، اون واسه شما صحبت نکرد، اون از شما حمایت نکرد، اون واسه حقوق شما نجنگید. اون اسم هیچ کدوم از شما رو نمیدونه. اون نمیدونه که توی اصفهان رو صورت سهیلا جرکش اسید ریختن. اون نمیدونه عزیزم. اون نمیدونه من بودم که بسیجیا رو قرآن بکن کردم. من بودم که حزب الله رو اسید پاش و تمام رسانه‌های ایران دادم، نه پهلوی. پهلوی واسه شما یک قرون خرج نکرد. تمام خرج بر ضد حکومت اسلامی ایران و ضد اسلامی همش با من بوده. پهلوی یک قرون پول نداده، یک قرون. بعد شما میخواید این پهلوی دیکتاتور بیاد بشه آقا بالا سر شما؟ لطفا روش فکر کنید و شورای ملی پارسو همین امروز تشکیل بدید. تلفناتونو بگیرید، هر کسی رو که توی ایران میشناسید، هر کسی که تابع حقوق کامل بشره، هر کسی که پارسیه، باهاش صحبت کنید و کاری که مصدق میخواست بکنه بکنید. اجازه ندید که این ایرانیای پناهنده که از ایران فرار کردن برگردن ایران پارتی بازی کنن. همه هاشون میشن آقا بالا سر، این قدیما. آخوندا از زعفرانه و اکباتان و شهرک غرب میان بیرون، تمام طرفداران پهلوی برمیگردن. شما اونو میخوای؟ هیچ چیزی واسه شما عوض نمیشه عزیزم. سر صورت سهیلا جرکش اسید ریختن. میدونستی؟ صورت سهیلا جرکش الان روش اسید ریختن. فکر کردید فرای پهلوی کاری کرد؟ نه عزیزم، اون میره تو کاخش به نیشتون میخنده. تمام مدت تو آمریکا داشت به شما میخندید، تو انگلستان به شما میخندید. چی کار کرد؟ یک مصاحبه فرح رو بیارید که بر ضد حزب الله و بر ضد برای حقوق کامل زنا گفت حجاب اجباری نباشه. یک مصاحبه پهلوی رو بیارید که گفت اسلام خشونت آمیزه. دونالد ترامپ بر ضد اسلام بود ولی پهلوی حامی اسلامه. عزیزام عاقل باشید. طرفدارای پهلوی بی سوادن. اینا نه که از جمهوری اسلامی ایران بیزارن، هر کسی رو میخوان. فکر میکنن هر کسی میتونه از جمهوری اسلامی ایران بهتر باشه. ولی ما قانون حقوق کامل بشر رو داریم عزیزم. مگه شما چلاقید؟ مگه شما کورید؟ مگه شما کرید؟ حقوق کامل بشر تو شبرنگ پارس نوشته شده. شما پهلوی سرطانی رو نمیخوای که به شما آزادی بده. کوروش به شما آزادی داده بود. شما شاهزاده ندارید عزیزم. شما خودتون شاهزاده هستید. شما خودتون شهبانو هستید. مانند من شاهزاده باشید.
پهلوی چوس شما هم نیست، پهلوی گوز شما هم نیست. قرآن به کونش کنید، اجازه ندید پهلوی پاشو بذاره تو ایران. اگه پهلوی پاشو بذاره به ایران، تمام سرمایه نفت ملی ایران میره به آمریکا. شما هنوز فقیر هستید. من امروز هستم به شما بگم هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ چیزی. درسته سرمایه گذارا میان ایران، ولی آدمایی که توی روستا زمان شاه فقیر بودن، از اونا بپرسید. اونا بودن که انقلاب کردن. شاه همه جا کاخ داشت، شاه تاج طلا میذاشت رو سرش وقتی که مملکتش آب نون و برق تو روستاها نداشتن. شما یه از همچین کس دیکتاتوری فکر میکنید فرزندش میتونه به شما بیاد کمک کنه؟ خب برادر و خواهر خودش خودکشی کردن عزیزم، برادر و خواهر خودش خودکشی کردن. فکر کردید اون دلش واسه شما میسوزه؟ ارتش شاه کجاست؟ قبل از اینی که به پهلوی سرطانی دوست رای بدید، من میخوام ازش بپرسید نیروی هوایی و ارتش شاهنشاه آریامهر کجاست؟ همین دیگه عزیزم، همه رو کشتن، همه رو کشتن. واسه همین پهلوی سرطانی ارتش نداره. تمام سرمایه ملی ایران رو دزدید، 60 میلیارد دلار از ایران دزدید. الانم اومد به راحتی زندگی کرد، هیچ کاری واسه شما نکرد، یک قرون واسه آزادی شما خرج نکرد. الان شما دارید کشته میشید، شما دارید خون میدید که آزاد باشید. چرا پهلوی سرطانی رو میخواید عزیزم؟ مگه خودتون چلاقید؟ شورای ملی پارس رو تشکیل بدید، من کمکتون میکنم. شورای ملی پارس رو با جوانان پارس تشکیل بدید همین امروز. تلفناتون رو بگیرید، زنگ بزنید به هم، وکیلا رو جمع کنید، دکترا مهندسا رو جمع کنید، شورای ملی پارس رو تشکیل بدید. حقوق کامل بشر نوشته شده عزیزم. شما پهلوی رو نمیخواد واسهتون بنویسه، پهلوی به شما آزادی نمیده. پهلوی نوکر انگلستان و آمریکاست. خود دانید. امیدوارم که به حرفای من گوش کنید و بدونید که من آخرین تلاشمو کردم و بدونید اگه پهلوی سرطانی پاشو تو ایران بذاره، من هیچ وقت به ایران نمیام، هیچ وقت. چون این یه قده سرطانه از یه دیکتاتور به یه دیکتاتور دیگه. حالا خودتون میبینید وقتی جنایتکاری ها شروع شد، وقتی همه رو کشتن، دوباره دیکتاتور بازی ها که بیان، ارتش شاهنشاه این ایرانی های عقده‌ایه سلطنت طلب بیان، ببینید چه بلایی که به سرتون نیارن. از این مسلمون های جنایتکار بدتر میشن. تنها راه آزادی شما شورای ملی پارس عزیزم. سازمان ملل از شما حمایت میکنه. پهلوی سرطانی به شما آزادی نمیده و نخواهد داد. آزادی رو به شما کوروش داد. حقوق کامل بشر نوشته شده تو شبرنگ پارس.com. شما پهلوی سرطانی رو نمیخوای که به شما حقوق کامل بشر بده. پرچم شیر و خورشید، شیر، این نمانه مسلموناست. پرچم کوروش رو به دست بگیرید، واسه آزادی و استقلال پارس بجنگید، انقلاب ضد اسلامی کنید. اینو بدونید اگه پهلوی سرطانی بیاد، اون حامی مسلموناست، اون عرب پرسته، خایمال عربستانه. من تمام تلاش خودم رو کردم و امیدوارم که به حرفای من گوش کنید.